سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان شیعه را واچ جدیدترین گزارش ماهانه خود را منتشر کرد در این گزارش بخشی به تجاوزهای صورت گرفته علیه شیعیان در ایران و افغانستان اختصاص یافته است همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. سازمان جهانی دفاع از حقوق شیعیان شیع رایتس واچ از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دام مزله جدیدترین گزارش ماهانه خود را که مربوط به ماه نوامبر 2022 میلادی است منتشر کرد در بخشی از این گزارش به جنایت های رخ داده در ایران و افغانستان اشاره شده است این سازمان اعلام کرده که این گزارش به همه جنایت های رخ داده علیه شیعیان در این دو کشور نپرداخته زیرا تنها به ذکر جنایت هایی پرداخته که اسناد و مدارک اثبات آن اهم از عکس، فیلم، گزارش شاهدان عینی و دیگر مدارک به دست آمده به دست این سازمان رسیده و قابل تایید هستند در بخشی از این گزارش آمده در ایران سوم نوامبر امام جماعت یکی از مساجد شیعیان در شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران مورد هدف گلوله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و جان باخت افراد مسلح بعد از ترور این روحانی شیعه فوراً محل را ترک کرده و پا به فرار گذاشتند 26 نوامبر هم در جنایتی دیگر در شهر ایزه در استان خوزستان در جنوب غرب ایران افرادی مسلح اقدام به تیراندازی کرده و به کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن شش نفر دیگر منجر گردید. اما در کشور افغانستان دوم نوامبر کوچ اجباری دهها خانواده شیعه توسط نیروهای طالبان در روستای دهنباغ و زووج در شهر بلخاب صورت گرفت. طالبان با استفاده از سلاح این خانواده ها را تهدید به قتل عام کرده و آنها ناگزیر خانه هایشان را ترک کرده و این خانه ها به محل حضور سربازان نظامی طالبان تبدیل شدند. 15 نوامبر نیروهای طالبان به دو بوم و تانجی پاشا در منطقه کرمان حمله مسلحانه برده و با تهدید ساکنان این دو آنها را مجبور به فرار و ترک خانه های خود کردند. سپس خانه های شیعیان توسط طالبان قصب شد. 24 نوامبر نیروهای طالبان جنایتی جدید علیه شیعیان این بار در روستای سیوک در منطقه دایکندی مرتکب شدند که بر اثر آن دوازده نفر از جمله چهار کودک و زن کشته شدند و یک نفر سربریده شد. فاطمه موسوی اخبار شیعه